سوهو انترتینمنت، داوران نیکس ستار بای منصور، منوچهر چشمازر، علیرضا امیرقاسمی، پاکسیما زکیپور، کوجی زادوری، هر پنج شنبه ساعت 10 شب به وقت تهران از شبکه جهانی تپش. رایگیری از طریق صفحه رسمی اینستاگرام منصور میوزیک. این شما و این شرکت کنندگان مرحله سوم نیکس ستار بای منصور. کی؟ معرفی خانم لعیا. لعیا؟ لعیا. لعیا. بله. مثل لایلا و نه لایلا. لایلا. آره. لعیا یعنی L-A-Y-A می نویسن به انگلیسی ولی لعیا این داره وسطش به فارسی لعیا. که لعیا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من لعیا هستم، عاشق هنر و موسیقی. از وقتی یادم میاد این علاقه رو داشتم و آواز میخوندم. حتی یادم یه وقته که همراه پدرم برای اجرایی که داشتم میرفتم و یه تمرین، بقیه فکر میکردن که خواننده بابام هستش و من همراه ایشون اومدم و انتظار اینو نداشتن که من برم و اجرا کنم. از شهرم هم اگه بخوام براتون بگم، خب شهرم مردمش موسیقی رو دوست دارن و بهش توجه میکنن خدا رو شکر، و اینکه اکثرا صداهای خوبی هم دارن. شاید دلیل علاقه من به موسیقی و حمایت و تشویق‌های خانوادم هم همین موضوع باشه. امیدوارم که زندگی همه شما عزیزان هم به زیبایی موسیقی باشه. مرسی. از خواب سیب شکوفه رو شاخه نموندی نگفتی دلم تنگ میشه آخه، دو دستامو دیگه نمیگیره دستات، چقدر سخته نیستی، چقدر خالی جات، نموندی ببینی، نموندی ببینی، نموندی ببینی، قامت مونده کاره تمومی نداره، تمومی نداره، نموندی ببینی که عشق سرپناه شد، که این خونه روشن به خورشید و ماه شد، نموندی ببینی که قصه ورق خورد، کنارم نشسته اون که قلبم دو دستامو دیگه نمیگیره دستات، چقدر سخته نیستی، چقدر خالیه جات، میدونم نمیاد، میدونم نمیشه، واسم این حقیقت چه تلخه همیشه، چشمان سیاه قربانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم، چشمان سیاه قربانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم، خانت به کجاست مهمانت شوم، دو چشم پر خمارت را که دارد، نگاه پر شرارت را که دارد، دو چشم پر خمارت را که دارد، نگاه پر شرارت را که دارد، می روم کوه به کوه صحرا به صحرا، بپرسم اختیارت را که دارد، بپرسم اختیارت را که دارم. اوکی. Which is good. آره. خودش رو در یعنی تحریرهای خودش رو داره. بله. سعی نکرد که تو رو چیز کنه. بله. بله. نظرتون چی بود منوچهر جان راجب اجرای لعیای عزیز؟ لعیای عزیز بسیار من صداش رو لعیا رو خیلی دوست دارم، برای که اون تون صداش یه تون خوبی میتونه باشه برای وکالیست، برای خواننده. صداشو بسیار دوست دارم، یعنی چی میگن از نظر صدایی که باید یه خواننده داشته باشه، صدای دلنشینی داره اینجوری بگم، و از نظر اجرایی هم هر دو تا آهنگو به نظر من خیلی خوب اجرا کرد لعیا.
بله. هر دوتا رو خوب اجرا کرد، نه فالشی داشت نه چیزی داشت. از همه مهمتر اینه که لالوی عزیز تمام تحریرهایی که مثلا تحریرهای خود آره تحریرهای اوریجینال رو نمیگه، تحریرهایی که نسبت به صدای خودش سوتبل هست اونا رو انجام میده. اگزکتلی در دست، یعنی خوبه. بله بله، از نظر گوش من خوبه که یه خواننده خودش هم یه چیزایی داشته باشه، 100% تقلید بکنه هر چی که مثلا یاد گرفته، یا آهنگ تو یا آهنگ کسی دیگر رو. مخصوصا منی که حرفه‌ای هم گوش میکنم به یک صدای یک خواننده، من همه چی رو گوش میکنم، فقط آهنگ نیست که گوش میکنم. من تحریرها رو گوش میکنم، کلامی که داره اجرا میکنه تلفظ میکنه رو گوش میکنم. بله تحریر خیلی مهمه برای خوندن یه خواننده. تحریر، من مخصوصا تو آهنگای ایرانی، ما ایرانی ها تحریر بزرگترین به اصطلاح رنگامیزی رو نشون میده در یه خواننده. بله همیشه خوانندهایی که تحریر خوبی دارن تو صداشون، اوکی. اونا مردم بیشتر اونا رو دوست دارن. خواننده ایرانی کیا تحریراشون رو دوست دارید شما؟ چون من خودم آذری هستم. بله خب بله بله، تحریرهای پاپ آذری، آذری ها خیلی تحریرهای خیلی قشنگی دارن. بله. که بیشتر خواننده‌های ما یه رگه‌شون آذری هستش. بله بله، خیلی همون تحریرها رو. بله بله، اون تحریرهایی که پاپ مثل گوگوش، مثل مارتیک، مثل بله. من باش. داریوش فکر میکنم تو کاتگوری تحریری هستش که سیگنچر خودشو داره، و داریوش و گوگوش آی ثینک خب جفتشون تو یه ایریای تحریری هستن. هر دو داشون. بله بله، همین میگم. بله یا تو خودت. بله بله، تو خودم بله. یه رگه داری. آره آره، دفنیدی ماما فامیلی. آره پدر من اهل میاندواب بوده، شما هم اهل کدوم شهر بودید؟ تبریز. زنده باشید، زنده باشید. نظرتون راجع به خوب بود. به نظر من لیا جان الان هر دوتا رو گوش کردم، تحریراش هم خودش خوب میخونه، صداشو من دوست داشتم، هم تحریرها رو از خودش مال خودش بود. یعنی منظورم این بود که من به تحریرام گوش میکنم، وقتی که خواننده داره میشنوم همه چی رو من میشنوم و بهش تبریک میگم، برای اینکه تحریرهای خودشو تو آهنگ طوری که خونده. بله واقعا من خیلی لذت میبرم از کار لیا. قبلا هم توی مصاحبه ها بهش گفتم و نظرم میدونه که خیلی دوست دارم کارشو. پاکسیما جان، نظر راجبه اجرای لیا چی بود؟ لیا صدای خیلی لطیف و قشنگی داره، تحریرهای ظریفی میده که من واقعا دوست دارم. چقدر چهره فوتوژنیکی داره، من چهره شو جلوی دوربین خیلی دوست دارم، خیلی قیافه شیرین و صورت دلنشینی داره. She looks great. و چقدر برام جالب بود نموندی ببینی با صدای خانوم، چقدر قشنگه. من همیشه تو با صدای تو شنیده بودم، خیلی اون ترانه رو من دوست دارم و الان با صدای لیای عزیزم مجدداً برام جالب بود، یه اجرای جدید بود و بهش تبریک میگم، کارش قشنگ. زنده باشی، ممنونم. علی جان نظر شما راجع به اجرای لیای عزیز چی بود؟ من دوست دارم، من هم از چهره این معصوم این لیا رو دوست دارم، هم اجراش رو دوست دارم و خوشم میاد ازش. من فکر کنم آینده بسیار درخشانی داره، میتونه خیلی خوب باشه، خیلی خوب. اوکی. بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم از اینپوتتون. آقای کوجی عزیز، کوجی جان نظر راجع به اجرای لیای عزیز چی بود؟ اینقدر خوبه که من دارم تصور میکنم اون نکست استاری که بغل تو باید بخونه لیا این سوفا، یعنی بعد از این همه ما زحمت I can see، میتونم ببینم چه حرکت زیبایی پاید. سیدی و دیدی و چیدی، خندیدی تا من روشن باشم، چه گفتی و گفتی و رفتی، نشنیدی که باش تا من باشم. لیا رو شماره ندارید؟ لیا رو هفتاد. لیا هم هفتاد دارید شما؟ اگه لنگش پیدا بشه لیا باید بالای هفتاد بیاره. اوکی اگه نه، از سو فار لیا نمبر وان رو تو زنها.
اوکی اوکی اوکی. میریم سراغ اجرای نیمای عزیز. سلام، من نیما عزت‌دینم از کرج و خیلی خوشحالم از اینکه به مرحله سوم نکست استار بای منصور رسیدم و از اونجایی که هفته مهر تولدمه امیدوارم یکی از بهترین کادوهای تولدم رو بگیرم و اون موقع بفهمم که من به مرحله فینال رفتم. قبل از اینکه بخوام دوتا کاری که قراره بخونم و معرفی کنم، میخوام دوتا تشکر از دو نفر کنم. یکی از عروس گلمونه که خیلی تشویقم کرد و گفتش که حتما توی این مسابقه و این چالش شرکت کن و میخوام از یه دوست خیلی خوب و یه رفیقم هم تشکر کنم، خانم خاطره لطافت، که توی این مرحله بهم کمک کردن و یک آهنگ رو برام دادن. از اونجایی که تو مرحله قبلی استاد چشم زد گفتن که عدد کلمات باید روش کار بشه، سعی کردم تا جایی که میتونم روی ادای کلمات کار کنم و امیدوارم که بتونم به ایشون این حس رو برسونم که من تلاشم کردم و قرار بهترم بشه. من در به در میگردم توی شهر چشات، تو کوچه خاطرات، تا میاد تو قاب پنجره میشینه نگات، راستی میمیرم برات، تو رو هر کس که ندیده وصف خوبی تو شنیده، ای تو یاس بی تحمل، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی. یه روز میام به جست و جود فقط به خاطر تو، عشقو میذارم پیش رود فقط به خاطر تو، دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو، هفت شهر عشقو میگذرم تو رو تا قصه میبرم، دل رو به جاده میسپارم، ستاره ها رو میشمارم فقط به خاطر تو، برای عشق جون میدم معنی دیوونگی رو به آدم ها نشون میدم. منو چه جان، نظرتون راجع به اجرای نیمای عزیز چی بود؟ آقای نیمای عزیز همین جوری که خودشم در ویدیو صحبت کرده گفته که من بهش چند تا مسئله رو گفته بودم در آهنگای قبلی که خونده بود، حس میکنم که راجع به کلام من بهش گفته بودم که باید تلفظ درستی داشته باشی و اینو حس کردم که داره سعی میکنه که کلامو بهتر ادا کنه، بهتر ادا بکنه، ولی هنوز ایرادو داره، نه که با یه هفته دو هفته یا یه ماه دو ماه این مسئله درست نمیشه، باید حرفه‌ای‌تر کار کنه، با آدمای کار بکنه که بتونن این چیزای نقطه‌های کوچیکی که هستش اینا رو یواش یواش از بین ببرن. و نظرتون من شجان چیه اگر آهنگایی که مثلا ایشون آقا نیما میگفت خیلی علاقه به کار آقای فرهاد داشته یا مثلا انگیزش بیشتر اینه که دنبال روی اون نو کارا باشه، ولی خب میگه خیلی برام سخته اون کارو اون نو کارا رو بخونم، ولی اگر حداقل به عنوان الگو هم شده به نظر من، چون فرها تو خدا بیا مرزد چون خیلی تو تلفظ و اینات خواننده خیلی قدر و خوبی و اکسپیرینسی بوده، میگم اگر همون الگو رو پیگیری کنه و تلفظ ها رو سعی کنه تو اون ایریا تقویت کنه، میتونه بعد از چندین ماه یا بعد از یه مدت طولانی تمرین به اون چیزایی که شما میگید دست پیدا کنه. اگزکتلی میتونه کمک میکنه بهش. بله. و کسای دیگه هم هستن، فقط فرهاد خدا بیامرز. بوی ایدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سمره نو. فقط فرهاد نیست که اینو درست میگه، اون کلامش بیانش خیلی خوبه، چون میگفت الگوش اونه و خیلی دوست داره. به اون دلیل که میگم نزدیکی علاقه ایشون به اون نوکارها باید بره بیشتر گوش کنه و تقویت کنه اون موضوع. کاملا درست میگی. در صورت نیما جان خسته نباشی، مرسی عزیزم، میدونم سعی خودتو کردی.
من بهت 65 میدم برای اینکه زحمت کشیدی رو تلفظت رفتی کار کردی اینو حس کردم، ولی باید بیشتر کار کنی. ترانه زیبای پاکسیمای عزیز، تو عزیز دلمی. پاکسیما جان، نظر راجع به اجرای نیمای عزیز چی بود؟ تبریک میگم بهش، انقدر خوش سلیقه است. دو تا از ترانه های بسیار محبوب خود من خودم این دو تا ترانه رو خیلی دوست دارم. درد نکنه. ولی من پیشنهادی که میتونم به نیما جان بکنم، کار قشنگیه که تاکید بذاری بعضی جاها روی بعضی کلمات و دلنشین تر میکنه کار رو، ولی نه اینکه همه جا و روی همه تکرار کلمات همون تاکید رو بذاری. اوکی. این یکم تو ماچ بود، زیادی بود به نظر من. این کار رو اگر کمتر انجام میداد کار شیرین‌تر و قشنگ‌تر میشد. اوکی، مرسی از توضیحاتت. علی جان، نظر شما راجع به اجرای نیمای عزیز چی بود؟ من دوست دارم نوع اجراشو، به خاطر اینکه اول از همه یه جوری یاد سینا حجازی منو میندازه، نوعی که میخونه و برخوردش با کلام. از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید، هی ترسیدم آخرم اومد، بلای لیلی سرم اومد. دوست دارم این کار رو، این حالت نمیگم لاتینیستش، ولی خب لغت عامیانش همون حالته که اون استایلی که میخونه تو اون حالت هستش. دوست داشتم به خصوص سر فقط به خاطر توی پاکسیما که شعرش گفته بود، اینو یه فقط به خاطر دیگری میشنیدم من. اوکی. اون چیزی که منصور اجرا کرده، ولی همین اون بخش رو دوست داشتم. منصور اجرای آنپلاگد منصور رو شنیدی؟ بله بله شنیدم. یه روز میام به جست و جود فقط به خاطر تو، عشقو میذارم پیش رود فقط به خاطر تو، دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو. من هر چی منصور تا حالا خونده شنیدم. نه، منظورم اجرای جدید همین چند هفته پیش. بله بله آنپلاگ. خود منصورم همین کارو کرده بود، منتها نه روی همه یه فقط به خاطر تو. آره آره دیدم. من اولا اینو باید بگم، اینجا موقعیت تبلیغاتی بگیرم، هدف بعدی ما این هست که حتما با منصور عزیزی آنپلاگ داشته باشیم و توی این فکر هستیم که با هم دیگه این گروه بتونیم در کنار هم دیگه باشیم و برای منصور عزیزی که برنامه آنپلاگ داشته باشیم. برای همین مدام منتظر اون باشید، طرفداران نکست استار بای منصور. ولی من دوست داشتم بریم سراغ آقای کوچی. ممنونم. زنده باد کرج. کرج هم بچه های کرج هم زیاد هستن در زمین. آره آره فرشون. کوچی جان، نظر شما راجع به اجرای نیما جان چی بود؟ چه توصیه‌ای داری براش؟ توصیه که یه چیزی بگم، یه بچه میمد رو پشت بون، عموش میان دیگه برو و عقب، برو عقب نیفتی، از اون ور میفته، از پشت میفته. خیلی تاکید کرده بود رو کلمات از دفعه قبل، بیشتر حرفای منوچهر خیلی روش اثر گذاشته بود، بیشتر از حد رفت، از اون ور پشت بون افتاد دیگه. زیاد جالب نبود، یه خورده تعادل بین دو تا دنیا حفظ بکنم. اولیش هم که داب اسمش خودت بود، چون خیلی شبیه خودت اجرا کرده بود. زنده ممنونم از دارم. ممنونم از اجرای نیمای عزیز. میریم سراغ تنها رپر نکست دور بای منصور، صادق عزیز. لیتس گو سی استاد کجی، استاد کجی، نماینده رپر تو سیستم. لحظه سلام و درود عرض ادب خدمت منصور عزیز، داوران محترم و دنبال کنندگان برنامه نکست استار بای منصور. صادق هستم. خانواده‌ای بزرگ شدم که پدرم به سبک قدیمی‌تر می‌خوند، خدا بیامرز، اما به خاطر افکار پدر و مادرش از این راه انصراف داد. خیلی دوست داشت که من فوتبالیست بشم، اما خب به دلایل خاص خودش نشد که این هم اتفاق بیفته و با علاقه قلبی و ناخودآگاه کشیده شدم سمت موزیک، اونم رپ. الان برای مرحله سوم ابتکارات جدیدی انجام دادیم، امیدوارم که راضی باشید، مخصوصا اینکه یکی از کارها رو با استایل بیشتر رپ انجام دادم
امیدوارم که لذت ببرید. به امید دیدار، شاد باشید. سلام عشقم، یه چند وقتی شب و توی خوابم دنبال تو هم، چشم بارونیه، چشای تو دیوونم میکنه، من گمراه اونم، من قول داده بودم تو مسیر عشق تو تا ابد پاتم، عاشقم و عاشق تو از همه دیوونه تر، مست نگاتم انتظارو میکشم واسه لحظه ی رسیدنت، واسه حس نابه به آغوش کشیدنت، دل تو سینای مخردی، فکر و خیالا نداره حدی، صبح صبح و صورت نشسته و زول زدن تو چش آینه قدی، به جز گفتن از عشق تو چیزی توی هنجره نیست، هیچی مثل انتظار تو پشت پنجره نیست، خورشید و بیا برگرد بمون کنارم و یادت نره قرارمون، یادت نره قرارمون، عشق اعجاز بین قلب تو و منه، تو و منه، برگرد شب اختشاش دو تا پیرهنه. اینا من منظورم همینه، میگم ابتکار دیگه. آره آره، تو مگه رپ خوندی؟ نه 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 باری کلا. آره آره، منظورم همینه، میگم گفت خودش. نه میگم اونجا که یهو خندمون گرفت با انتظار نداشتیم یهو رپ شروع بشه، آره شروع کنه رپ، دست دست ابتکار خوبی جا. آره آره، خودش یه چیزی داره، ما رو یه از حالت معمولی خودمون آورد بیرون و برد توی فضای دیگه. بیا سر به زیر از عطر تو گل باغ بهارمو، بیا به فصل برف موهام برام بمون، یادت نره دوست دارم، یادت نره قرارم، میخوام بنویسم ولی دیگه توانی ندارم، واسه کدوم احدی بخوام صدایی درارم، وقتی هر کی اومده پیشم هدفی داشته، واسه شکستن دل من غرضی داشته، کسی نمیدونه که چرا شکست دلمو کشی، آرزوهام هم نشسته به قرم، تو تاریکی دارم با خودم زجه میزنم، با خاطرات تلخی که هست باشه سرم، روزایی که نبودن و ندیدن و رفتن، تو تنهایی یه گوشه ای تک نشستم، با صدایی که همیشه تو گوش منه، خب منم دل داشتم یه روزی مثل همه، عاشق کسی بودم که واسم همه چی بود، دنیامو دادم که فقط بمونه اون، توی خیالاتم میزدم پرس هر روز تا که دیدمش با غریبه ها. خب منوچهر جان، نظرتون راجع به اجرای رپ آقا صادق چی بود؟ آقا صادق بسیار کاری جالبی انجام دادی صادق جان، واقعا جدی میگم، کمتر کسی، یعنی من نشنیدم تا حالا یک کسی بردار آهنگ منصور رو به این شکل بردار عوض کنه و رپیش کنه، خیلی آیدیای خیلی جالبیه، مخصوصا در موزیک امروزی که بچه های جوان توش هستن که خیلی دوست دارن رپ، تو هم بسیار کار خوبی رو انجام دادیم، ولی از نظر خوندن من نمیتونم به هیچ نمره‌ای بدم، برای که من خوندنی حتی نشیدم جز فقط رپی حرف زدن، یعنی رپ موزیک نیست، فقط حرف میزنی، نه خوندی نه صداتو نشون دادی، اینه که اگه بخوام برای چیز دیگه میتونم برای اجرای رپید به شماره بدم، ولی برای خوندنت هیچ شماره نمیتونم. خب اگر میخواستید سخت گیری کنید مثل همین شمارشی که الان گذاشتید برای رپ بذارید، چه شماره تو رپ بهش میدادید؟ اگه یه چهار نفر دیگر میشنیدم در مقایسه با بله، خب الان این هم مثل همون پسری که جاز میزد، بله بله، یعنی چیز نداره، چی میگن، حریف نداره که مقایسه کنه ببینه، بله، که این رپش خوبه، یه نقطه رفرنسی وجود نداره که شما بتونید مقایسه کنید با هم، بله. من با آقای صادق خان برای همین رپ خوندنش 50 میدم. اوکی علی جان، نظر راجع به اجرای صادق جان چی بود؟ دفعه گذشتن گفتم، اولا نظر من این بار نسبت به دفعه گذشته زمین تا زیر زمینه، جواب بده، یعنی اولا این بار خیلی بهتر، یعنی بابا فرد جاش خالی بود، زنده باشی، تازه اومدن برگشتن بچه ها خونه. خب میگفتی علی جان؟ گفتم نظر من این بار را چی اخیراً داری شما میگی؟ منظور چی از این زیر زمین زمین و اینا چی بود؟ زمین تا زیر زمین، یعنی زمین تا آسمون منظورش، از زمین تا آسمون نظرش فرقی داره. حالا زمین تا زیر زمین فرق کارشه، اسمشون چی بودش اول اصلا؟ آقای صادق. صادق عزیز، بسیار عالی، بسیار خوب، بهتر بود، بسیار بهتر بود،
از گذشتش، به خصوص کار اولش، کار اولی که اجرا کرد بسیار خوب بود، یعنی حتی اونقدر برای من جذابیت داشت روی شعری که گذاشته بود که حتی میتونه یه ریمیکس دوباره باشه برای منصور و برای این آهنگ. اما مسئله دیگه که دیدم حس این 999 رو داشتش تو تصویرم گذاشته بود مثلا 99، حالا بزرگوار کجی پیرنه تو پاک میپوشه، ولی من با 999 آشنایی اینو دارم بخاطر اینکه دنیای رپرها رو میشناسم. 999 دو تا هست داره، یکی خوبیه یکی بدیه، چون درست قبل از کامپلیت شدنه، قبل از پایان یافتنه، قبل از این هستش که بخوای به پایان چیزی برسی، این نمره بسیار معروفیه بین رپرها، بین گنگا که یا میتونه خیلی خوب باشه یا میتونه خیلی بد باشه، و 999 معنی این رو داره، برای همین به پایان رسیدن یک حرکت. امیدوارم که برای صادق این 999 خوبی باشه و بتونه در کارش ادامه بده و بره جلو. دوست دارمش، کارش خوشم اومد ازش، و سبکی که رپی که داره اجرا میکنه همون رپ تاریکی هستش که داره عنوان میشه و معنی رپ رو داره، و از طرف دیگه هم حالا به عنوان این که حرفا اون تاریکی رو داشته باشه، باز همین مقدار امیدوار کننده است. امیدوارم که 999 مثبتی براش بگوش. زنده باشی، ممنونم. پاکسیما جان، نظر شما راجع به اجرای صادق چی بود؟ در ضمن به من صادق تک زده بود که برای پاکسیما پیغام فرستادم، پیغاماشو هنوز نخونده، خواستم اینجا قول بدم من پیغامای متاسفم صادقم، ببخشید بخون، چون دفعه قبل انقدر من پیغامای روی اینستاگرامو نمیخونم، ولی تو واتساپ اجازه بده من میخونم. مال صادق، اجازه بده پاکسیما جان، اجازه بده صحبتمو توضیح بدم. برات تو واتساپ پیغام فرستاده، و چون شما یه دعوتنامه طلایی براش فرستادی توی گفتگوی قبلی، به من گفتش اون دعوتنامه مستلزم اینه که به من تلفن پاکسیما رو بدی. من براش فرستادم، فرستاده به واتساپت و جواب ندادی شما. اینو من مسئولم که به شما پیغام من نگرفتم. کجی جوابشو میده؟ کجی جان، هنوز پاکسیما نداده. دوست دارم با صادق، بگو پاکی جان، دوست دارم با صادق کار کنم. قبلا هم گفتم من کار صادق رو خیلی دوست دارم، به نظر من آرتیسته، به نظر من خلاقیت داره در حد بسیار زیاد، هنرمند خوبیه. ترانه دوم که قرارمون یادت نره بیشتر سلیقه من بود کارش، نه اینکه کدوم از کدوم بهتره، هر دوتا خوب بود، ولی از نظر ترانه‌ای جنس کلمات، قافیه هایی که در حد زیاد تا حد زیادی رعایت کرده بود، سلیقه شخصی من بیشتر بود، ولی کارش در کل قشنگ، صداش دوست دارم، عالیه و دوست دارم باش در تماس باشم. اوکی، مرسی عزیزم. کجی جان، نظر تو راجع به اجرای صادق چی بود؟ همه چیز عالیه، ولی کاشکی که نوع خوندنش با بدن و فیزیکش و لباسش و همه چیزو برای اجرا، چون رپر محکوم به یه سری حرکات بدنی هم هست، یعنی این چیزیه که خودشون تو این 40 سال اخیر ساختن، حتی ویدیوهاشون هم به یه سری الیمنت هایی لازم داره، مثل یه دنسر میمونه که دموریل رو فرستاده ولی نمیرخصه، خودشون میبینیم. نظر دادن برای دنسر که 99% دیگه نمیشه گفت، ولی رپر خیلی مهمه ببینید چه کار داره میکنه با خودش، رفتارش، انگرش، اون یاغیگریش. رپر یعنی بیپروا، یعنی ربل، یعنی یه آدم غیر معمولی، نه آدم بد، آدمی که یکم غیر متعارفه. اینا که نمیبینی غیر متعارفی، ببخشید مثلا سیگار زیاد میکشه، هر دفعه ما تصویر دیدیم ازش سیگار دستش بود. آره. کفشاش هم یکم من با این نظرات موافق نیستم. آرت یعنی اکسپرس کردن خودت. آخه تو چه علاقه خاصی به ایشون داری؟ همه نه، شما اگر آرتیست هستی علاقه خاص چیه؟ مگه من نسبت فامیلی با صادق دارم؟ نه حرفت صادق ممکنه کجی چیزایی رو ممکنه بدونه. من با حرف تو مخالفم، من با حرف کجی موافقم،
من با کجی موافق؟ من با حرف کجی موافق نیستم، چون به نظر من هر آرتیستی اگر قرار باشه که تمام راکرها بیان مثلا همون سبک هارد راک سالای 70 رو بخونن، راک رشد نمیکنه. یا پاپ استارها یا رپرها، هر کس باید یه ایده رو بگیره و بعد اونو ترنسلیت کنه، ترجمه کنه در از طریق هنر خودش. برای همین من از اینی که اصلا هنر رو شما در چهارچوب بذارید که باید یا نباید، باید یا نباید وجود نداره. اوکی علی جان شما توضیح بده. یه مسئله است، کجی توی این پنل هست بخواد یه اتفاقا فقط همین ایرادا رو بگیره. به نظر من ما کجی رو در این پنل هستش اینه که استفاده داره میشه که فیزیک طرف رو بگه، حرکت طرف رو بگه، چگونه در مقابل دوربین قرار میگیره رو بگه. من کاملا با حرف شما موافقم علی جان. تخصص کجی این هست کاملا، ولی وقتی که اینو ربط میده به سبک یا ژانرای به خصوصی از موسیقی که همیشه رپرها باید اینجوری باشن، یه همچین قانونی وجود نداره. نگرفتی چی میگم من؟ آقای شجریان میخونه، ما هیچ شما نگرفتی از... من چی بهت گفتم؟ نه من گفتم یه رپر محکوم به یه سری حرکات فیزیکیه. اصلا یه دنسر اجازه بده، یک دنسر 99% به رقصش کار دارن، خوشگل و خوشگل نیست اون یه حرف دیگه. یه نرقصه از کجا میدونی اینا؟ یه رپر باید تکون بخوره، یه راکستار باید جنب و جوش داشته باشه، اگه نه راکستار به من چه که اینجا. ولی موسیقی کلاسیک 300 سال همونه، هیچی هم پیشرفت نه قرار نیست بکنه و همش هم عالیه. متوقع انتظار داریم موسیقی کلاسیک پیشرفت کنه؟ من به هیچ وجه با این طبقه بندی ها، من دارم نظر شخصی خودم، دست من و تو نیست. موسیقی کلاسیک به نظر من هیچ آرتیستی محکوم به این نیست که یک سری قوانین سبکی رو همیشه در همه زمینه ها باید رعایت کنه. من قانون شکنی رو دوست دارم، من متفاوت بودن رو میپسندم، من دوست دارم که کسی با احساس خودش ترجمه کنه اون ژانر را، اون سبک رو. این نظر منه. بعضی یک رقصند اگه نرقصه عزیز من، رقصنده خودش یک هنر کامله، ژانر های یک چیزی کجی جا از سر تا به نازه این حق مقاله، این صورت ماهو کی دیده ستاره، از پا قدم یا روزگار برم بود، یارو با عشق خوشبختی رو آورد، یار اومد و با عشق خوشبختی رو آورد. آقا من فکر کنم شما با هم تماس بگیرید این مشکلاتتون. نه این پاکسیما هولاکویی، بریم سراغ آقا چی گفتی؟ پاکسیما چی؟ هولاکویی؟ هولاکویی لازم شده الان، خیلی وضعیت خرابه. من دکتر هولاکویی رو خیلی دوست دارم، هیچ مشکلی ندارم. همه ما به یک دکتر هولاکویی رفتن احتیاج داریم، همه مردم کره زمین. به سلامتی. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، من امیر حسین هستم، 32 سالم هست، از کرمانشاه توی مسابقه نکست استار بای منصور شرکت میکنم. خیلی خوشحالم که در کنار عزیزانی هستم که همشون قوی هستن، کاراشون عالیه. راجب خودم که بخوام بگم، من موزیک رو تقریبا میشه گفت از اوایل 4 سالگی شروع کردم و صرفا موزیک رو با نگاه کردن و گوش دادن آهنگ فرا گرفتم و چیزی که توی موزیک من خیلی حساسم کورد موزیک هست، روی این قضیه خیلی حساسیت به خرج دادم و خوندن رو از گروه سرود مدرسه شروع کردم، تکخوان گروه سرود مدرسه بودم. امیدوارم که بتونم توی این مسابقه یه جایگاهی داشته باشم که بتونم خودم رو ثابت کنم. ممنونم از شما. قصه بگو از این عاشق دور، تو از این تنهای صبور، بی تو شکست چو جام بلور، بنویس بر یاس کبود،
بنویس بر باور رود، بنویس از من بنویس، بنویس عاشق یکی بود، بنویس بنویس بنویس. غریبونه شکستم من اینجا تک و تنها، دل خسته دنیا، ای بی خبر از عشق، نداری خبر از من. روزی تو میایی نمانده اثر از من، اثر از من. خیلی برام جالب، میگفت هیچ کدوم این کورد و اینا رو من اصلا موزیک نمی بلد نیستم، آکادمیکلی نخوندم و همه رو گوشی و اینترنتی پیگیری آره بدونی که بدونی چی کار داری میکنه چی آره چی آره هست. برای همین خیلی جالب بود برام این موومنت ها و اینا، هم دیدم شما یه جورایی دوست داشتید به چند تا اکسنت ها و اینایی که کرییت کرده بود. نظرتون چی بود راجع به اجرای آهنگ دوم نداشت؟ چرا؟ گفتم بخواید راجع به این نظری بگید. آهنگ دوم شو پیش کنیم. مثل شب مثل شراب، تو پر از وسوسه ای، مثل شبنم واسه گل آتش یک بوسه ای، ای غزل ای دل نواز، ای شروع قصه ساز. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، تو شدی قصه عشق وقتی عاشقی نبود، تو سر آغاز منی از همیشه تا هنوز، تو سر آغاز منی مثل خورشید واسه روز، واسه حرفای کتاب توی معنای جدید، واسه پرواز خیال تو کبوتر سپید، تو مثل حادثه شب دل سپردنی، تو همون قصه یک نگاه عاشق شدنی. خسته نباشید. آره آره آقای امیر حسین. بله من نمیدونم آقای امیر حسین چند سالشونه. من امیر حسین 27 نو فکر کنم گفت، خودش گفت 20 و چند ساله میزنه و میخونه و موزیک کار میکنه. بس بالای 30 سال. 20 آره آره 20 سال 20 سال فقط. زیاد مهم نیست ولی کاش میخواستم بدونم که چند سالشون هستش، چند وقت دارن میزنن. از نظر خوندنش بهش تبریک میگم واقعا امیر حسینو، مخصوصا بالا صدای بالاش، آهنگ مثلا بریج آهنگایی که میخونه صداش خیلی خوب کار میکنه تو بالای آهنگا، خیلی کنترل خوبی داره، کنترل خوبی داره و تحریرهای خوبی هم داره. کمتر دیدم که فالشی داشته باشه صداش، چون میدونم تون نکردن صداشونو. به نظر من خیلی خوب میخونه، بهش تبریک میگم، به امیر حسین عزیز. Very good. من میتونم بگم اگه بخوام شماره بدم، بذار شماره بدم. شماره بده؟ آره of course. 100 میگیریم، 100 دیگه بهترین شماره ای که میتونم بدم به بچه ها. امیر حسین رو من میتونم بهش راحت 75 و دو تا آهنگ بسیار خوب خوندی. شماره جان همچین گفتید خیلی خوب گوند. تازه 75 و من
دیگه فکر کردم الان میخوایم بری طرفای مثلا 85 و 90 جوری که شما داشتی تعریف میکردی. آخه خب شاید خیلی بهتر از اینا بعد بخوام بخونم به اونا بعد چی بده 120. آخه همه میگن منوچهر خان خیلی سختگیره. من سختگیرم؟ آره سختگیرم. من دارم میترسم کردم بذار من برم کنار اینجا. 75 من یعنی صد ممکنه کسی 75 نگیره. اوکی اونم حرفه. بله بستگی داره سقف شما. سقف اگر روی 75 بمونه یعنی میشه 100 دیگه. اگه کسی بالا جا بذاری بازی کنی با بچه نمیشه همینجوری. پس امیر حسین جان حواستو جمع کن دیگه، سخت گیری زیاده. آقای امیر قاسمی، نظر شما راجع به اجرای امیر حسین عزیز چی بود؟ خوبه، قشنگ میخونه، من دوست دارم، حسشو دوست دارم. اوکی حسش. ممنونم از ممنونم علی جان. پاکسیما جان نظر شما راجع به اجرای امیر حسین عزیز چیه؟ امیر حسین عزیز به نظر من هر دو ترانه رو خیلی با احساس، خیلی لطیف و خیلی با تحریرای دلنشینی اجرا کرد. ترانه یکی بود یکی نبود رو من خودم واقعا لذت بردم از اجراش. همچنین ترانه بنویس یک جاهای تحریرای خودش رو با تحریرای تو متفاوت بود و من دوست دارم. من دوست دارم این کار، میدونی همیشه بله. از برنامه اولم اینو گفتیم که سعی کنید خودتون رو در اون ترانه پیدا کنید و این کار رو به خوبی انجام داد. من از اجرای این مرحله امیر حسین حتی بیشتر از مرحله قبل لذت بردم. تبریک میگم. زنده باشی زنده باشی. آره کجی جان نظر راجع به اجرای امیر حسین چی بود؟ خوب میخونه، به قول پاکسیما تحریراش یا هر اون لباسی که رو تن آهنگ تو کرده قشنگه با سیستم خودش. یه لباس تازه برای خودش برای بازیگری باید انجام بده. به قول سهراب سپهری باید دستا رو شست و رفت زیر بارون و دنیا رو یه جور دیگه باید اتفاقا به نظر من این حرف خوبیه که کجی میزنه. ببخشید صحبت قطع کردم، ولی داستان این هستش که ماها بیایم همونطور که پاکسیما عزیز گفت دنبال ستاره هستش منصور و ما هم داریم در این راه زنده باشیم. فقط منصور عزیز رو همراهی میکنیم با منصور. فقط فلسفه این است که ستاره بودن نوع خوندن فقط نیست، کل پکیجه. و بودن کجی یا من بیشتر به اون در قضیه نشون میده که اون ستاره سازی به وجود بیاد، اون ستار میکینگ یا اون ستاره سازی. با همین مسئله است که کجی گفت الان باید روی خودش کار کنه، روی کاراکتر خودش کار کنه و روی من. ببخشید کجی دارم وقت تو رو میگیرم، ببخشید از همه بچه ها. من تو خواننده‌هایی که در داخل کشور هستن خیلی نگاه میکنم که روی صحنه چطوری هستن. یه نفر خوشم میاد از روی صحنه بودنش که دوست دارم الان عنوان کنم، چون درست من رو بخواد به یاد منصور میندازه و اونم سیروان خسرویه. وقتی میبینم داره عمرم میگذره، وقتی خیلی وقتا تنهایی بهتره. یعنی نوع ایستادن سیروان، نوع میکروفون به دست گرفتنش و همه اینها عجیب منو به یاد منصور میندازه و منصوری که ما میشناسیم و این حرکت و هیچ ایرادی نداره. برای همین باید توجه داشتش که همون یک لباس خوندنتونه، اون شکل خوندن یک اون اجراست و چطوری اجرا میکنید که طرف رو مسحور خودتون میکنید. کجی جان در خاتمه چیزی توضیحی راجع به اجرای امیر حسین هست بخوای بهش دوباره اشاره کنی یا در ادامه صحبت‌های علی جان بخوای حرفی مکمل اون حرف نه کلن همین تایتلی که رو کارت گذاشتی Next Star by منصور باید برای استار شدن چند تا لباس فکر، روح، جسم، فیزیکال عوض کنن تا ستاره بشن. من میرخشین این حرف رو میزنم، احتمالا 95% آدمایی که شرکت کردن در برنامه تو قابلیت ستاره شدن رو ندارن. بله یعنی نه که گناهی دارن، چه خیلی سخته ستاره شدن. ما الان در غربت 35-40 ساله 6-7 تا ستاره بیشتر نداشتیم. اوکی نه من بیشتر از
فکر میکنم بیشتر از 6-7 تا کجی جا. نه منظورم نه 6-7 تا شما کجی کار کرد. نه نه کیه مثلا اون 6 آره اون 6 نه اجازه بده کجی. نه پاکسیما منظور آقا تو الان معیارهای کجی رو بذار بفهمیم کجی اون 6-7 نفر کیه. من 6-7 نفر رو صحیح نیست ولی میتونم بگم معین منصور تو منظورت اونایی که تو ترانهاشو گفتی نیست. من منظورم آدم نه کجا جان من فکر میکنم 100% خیلی بیشتره خیلی بیشتره. نه ستاره ببین ستاره شدن با ستاره موندن ببین خیلی عزیز من کسی ممکنه بیاد برای 4 سال ستاره باشه بعد به هر دلیلی اون... یا اون مثل موسیقی مسیر کسی که اجازه بده کسی دارم. که برای 4 ساله بهش میگن 4th of July چهارشنبه سوری باید برای 40 سال بمونی مثل التن جان میک جاگر بیلی جون اونا ستاره نیستن مافوق ستاره آها اونا ستاره نیستن ببین دو کلمه تعریف ستاره اول باید تعریف بشه ببینیم چیه ستاره ستاره داریوش ابی گوگوش اون کسایی که التن جان میک جاگر نه اینا ستاره نیستن داروش ابی گوگوش ستاره نیستن پس چیم؟ اونا آیکان هن اونا از آیکان هن ببین ستار ببین ما الان اینجا انتظار نداری که داریوش و گوگوش بعدی رو پیدا کنیم نه اجازه بده چرا که نه آخه نه نه آخه آخه من چه امیدوارم ولی نه اجازه بدی داریوش و گوگوش شدن زمان میبره فقط به زمانشه ولی اگه شما قدمتو درست برذارید ما یه زمانی فرفره‌های بیباد ضبط می‌کردیم بریم به هم دیگه میگم فرفره‌های بیباد ضبط می‌کردیم شاید 5% از جمعیت لس آنجلس می‌فهمیدن یا متوجه اون نوع آلبوم بودن روی راه تنگ بلور پشت سر ستون نور از گلاب پاش طلا میریزه عطر صدا صدای ساعت گل صدای یه قل دو قل صدای زنجره ها عشق بی وفه ما امروز هر کی میرسه میگه آها عجب آلبومی یادت باشه زمان متوجهش میکنه مردم که چه کاری کردی و چه کاری انجام دادی یه دقیقه اجازه بدید من دارم راجع به شخص درست میگی و موفقیت شخصی اجازه بدید امروز برای اولین بار پاکسیما جون شما الان حق با شما اولین بار فقط نه من نسبت نه نسبت به هفته دفعه گذشته که ما زحمت اول به پاکسیما به کجی پاکسیما پاکسیما یعنی شرط ادب حکم میکنه وقتی یه نفر حرف میزنه گوش کنی حرفاش تموم شد جواب بده ما از آقای ترامپ یاد گرفتی نه نه گوش کن اجازه بده ببینی ببین چقدر آقا میشه ما پول بدیم یه 2 دقیقه وقت بخریم بگو من الان بقیه رو میز کردم تو راحت صحبت کن اوکی هر چیزی برای خودش واحد داره برای اندازه گیری متر برای وزن کیلوگرم یا پوند برای آب و مایات لیتر حالا ستاره بودن اول باید تعریف بشه معنی ستاره چیه یا آیکن چیه حالا من ستاره رو در کسی میبینم که بتونه چند دهه که داره کار میکنه در همون پوزیشن در همون مقام بمونه و اگر یه نفر بیاد یه آهنگ هیت بخونه بر حسب تصادف خیلی مبارکه ولی اگه نمونه ستاره نیست یعنی تصادفی لوتوتوتوش برده یعنی یه بلیت بخت آزمایی کشیده بود برد و ستاره شدن همونیه که گفتم ستاره مثل اندی منصور معین همه اینا رو میشه گفت ستاره چون 3 دهه حداقل 4 دهه متداوم سر اون قدرتی که پیدا کردن ایستادن زنده باشید دوستان ممنون که با ما هستید من مرسی از داوران برای توضیحاتشون میریم سراغ اجرا کننده بعدی سلام میلاد لادنی هستم خیلی خوشحالم که تونستم به مرحله نیمه نهایی صعود بکنم
تشکر میکنم از هیئت جوری عزیز برای تعریفایی که از من کردن، از استاد منوچهر چشم‌نظر لطف داشتن به من. امیدوارم که لایقش باشم و بتونم که باز هم با تلاش خودم و حمایت همیشگی شما عزیزان به مرحله فینال راه پیدا بکنم. برای تمام بچه‌هایی که شرکت کردن توی مرحله هستن آرزوی موفقیت میکنم و باز هم ممنون از منصور عزیز بابت تمام زحمتایی که برای ما کشیدن. ممنونم. تمام آرزوی من نقش برابه، هر روز سرنوشت من رنج و عذابه، آغوش تو برای من همیشه کمیابه، دعای قلب عاشقم چرا بی جوابه، تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابه. عشق نمیخوابه، تو رو خواستن نمیخوابه، آرزوی من و تو به هم رسیدن نمیمیره نمیخوابه، بی تو خورشید نمیتابه، یه عمره که دلم برات عاشق و بیتابه، بی تو همه دنیا برام مثل سرابه، دریای عشق تو کجاست بی تو دل مردابه، قرارمون تو رویاها کنار مهتابه، تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابه. آی گل لاله تو رو داشتن یه خیاله، توی فکرم شب و روز صد تا ساله، آرزوهای محاله دل ساده خوش خیاله. یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگ برات، دار و ندارم و بگیر مال خودت مال چشمات، خورشید و بردار و بیا آفتابیشو به خاطرم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم، قرارمون یادت نره دوست دارم یادت نره، قرارمون ساعتش کنار دل شوره زدن، کنار دل واپسی و تمسه یه وقت نیومدن، عاشقم و عاشق تو از همه دیوونه ترم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم، قرارمون یادت نره دوست دارم یادت نره. خب منوچهر جان، نظرتون راجع به اجرای میلاد عزیز چی بود؟ میلاد خان عزیز، اون دفعه من گفتم اگه یاد باشه، گفتم از میلاد عزیز یه جورایی خوشم میاد، از اجراش و از خودش و از گیتار زدنش و یک کاراکتر خودش. بله آرتیستیک داره، بله چهرش خوبه، خوندنش دوستاشتنی. بله خیلی مهم، بله فور صد درصد، که همه چی رو داره اون آرتیست، چیزی که باید داشته باشه برای روسن همه چوره. من میبینم که الان داره روسن داره میخونه، الان 60,000 نفر نشستن دارن گوش میکنن، اون لوکسشو داره، اون به اصطلاح اون احساسشو داره که این کاره میتونه باشه واقعا منه. یعنی برسه به جای خوب. اون دفعه هم که گفتم صداشو دوست داشتم، این دفعه هم صداشو دوست داشتم، ولی دفعه پیش اجراشو اجرای خوندنشو بیشتر دوست داشتم تا این دفعه، برای اینکه این آهنگ اولش که خودش فکر میکنم فقط یه دفعه زده بود خونده بود تو خونه و حالا هر کجا زیاد وکالشو من زیاد راضی نبودم از نظر اجرایی، خوب منه اجرا نکرده بود، یه ذره چی میگم به قول ایرونی ها یه نقطه های کوچولو کوچولو داشت که نباید خارج میشد هی من. آره خیلی نه فقط خارج شدن، از نظر اجرا کردن وکال هم زیاد جالب نبود. ولی من به میلاد عزیز 70 میدم، ان شاءالله که دفعه بعد به مرحله بعدی رسید
بهتر کنترل بکنه خودشو اجرای بهتری بفرسته برامون. بسیار عالی. پاکسین ماجا نظر راجع به اجرای میلاد عزیز چی بود؟ من کار میلاد رو واقعا دوست دارم. چه ویدیوی قشنگی گرفته بود از ترانه‌ای که اجراش بسیار بسیار مشکله. تفاوت هست بین کسی که ترانه عشق نمیخوابه رو اجرا میکنه تا خواننده‌ای که ترانه دیگه رو. این ترانه از ترانه های مورد علاقه خود من با آهنگسازی منصور عزیز و ترانه‌ای که اجراش بسیار سخته و تبریک میگم به میلاد عزیز. میلاد برای من جزو به عنوان پکش جزو تاپ 3 منه، سه نفر برتر. اوکی بسیار عالی بسیار عالی. کجی جان نظر شما راجع به اجرای میلاد چی بود؟ متوسطه به نظر من، خیلی پکیج خوبی گفتم همه چیز داره، ولی الان که داره میخونه و اومده به یک مرحله، ببین یه مرحله نمیدونی رقیباش کی خواهند شد. یه چیزی هم که میبینم هر کی میاد برای دیگران آرزوی موفقیت میکنه که اصلا چیز جالبی نیست. باید خودت موفق شی. نه دیگه تعارف های تو یکی ناموفق باشی. منصور جان من یه تجربه تو چرا اینقدر میری تو قسمت های تاریکی؟ اینو نمیفهمم. من که اینو برای روح تاریک این باشه. نه ببین پاکسیما الان کم کم یه خورده دیگه من هول بدم ممکنه یه تظاهرات علیه تو را بندازه. من تنها آرزوم اینه پاکسیما خداوند شفاش بده، اگه نه کار دیگه ای ندارم. الان ببین تو داری قضیه رو میبری تو سیاهی. اجازه آقا بذار من بچه شعر عاشقانه ای که برای من گفته رو صفحه اینستاگرام هم برید بخونید. آقا آمریکا... من اینجا یک بار این مسئله رو بهش رسیدگی کنم. آقا این شعری که شما نوشتی کجی جان که پاکسیما هم یکی چند تا واقعا قشنگه ترانه تو واقعا پاکسیما خیلی تعریف میکنه. چه اگر موافق باشید اول درباره میلاد حرفمون رو بزنیم تمام کنیم بعد بریم سراغ برای که الان من میدم میلادی که اونجا نشسته تو ذهنش دیگه اینا رفتن توی جاده خاکی. من اجازه پس بدین راجع به میلاد بگم. دفعه قبلم خوب یادم گفتم خوش تیپی دخترها همه چیز خوبه کنم، ولی اگه برگردیم صدا را تا یه حدی نگاه میکنم اینم اون جوسی که بره به مرحله فینال، چون ما هم در آینده یه ماه دیگه میبینن چه گب... چی میگن چه دستگلی باب دادی دستگلی این کوچی که میگفت اینجور اینجور پس چرا داشت چرت میگفت یا یه اشتباهات ما بیشتر و بیشتر نمایان میشه. باید بره به مرحله بعدی. جان اجازه بده من داشتم دفعه قبلم خوب یادمه گفتم خوش تیپ خوب قشنگ. الان میرسه به یک مثل فوتباله، میرسه به یک دوم نهایی میفهمی که دیگه با برزیل و با اسپانیا طرفی. اینم میرسه میره حریفای قدری. الان من میفهمم چند نفری اومدن بالا، ولی راجب صدایی که فکر کنم میلاد چند 34 سالش باشه، من تو این تجربه 35 سالم فهمیدم کسی که صداش تو سن 34 سالگی خیلی دیگه سخته پرورش دادنش. یه بچه 12 13 ساله عزیزم عمد... ایشون دانشجوی رشته موسیقی هستن الان شروع نکردن. خیلی عالی. ماکسیم به نظر میاد یه جورایی یه فن میلاد شده و حق هم داره. آره حق هم داره. من اجازه بدید بیشتر از اینکه فن میلاد باشم با کجی مخالفم؟ نه میگه دانش من میگه طرف تو هم پاکسیما منم پشتیبانی تو میکنم. کجی امروز اصلا از خط از ریل زده بیرون، امروز دیریل کرده کجی خود. دلیل نداره میگه دانشجو هست هست مبارک. اکثر روانشناسا خودشون یه روانشناس لازم دارن، دلیل نمیشه که ببین اینجا میذاره پس به من مینده. خب چیزیه که به این بگه ایش ندیدم مثل تو تا به حال، ای بابا بلکن جون من بی خیال. ایش ندیدم مثل تو تا به حال، ای بابا بلکن جون من بی خیال. نازد منه چی نباش، نازد منه چی نباش. علی جان نظر شما راجع به میلاد عزیز چی بود؟ نظر شما راجع به اجرای آقای میلاد عزیز چی بود؟
گفتیم ما بود و بگو علی جان. من میلاد دوست دارم، من مخالف هستم با حرف کجی. من که گجیدی گفتم نه نه نه، به نظر من توی این تعداد آدمایی که من دیدم تو پسرا تو مردا جزء سه نفر برتری هستش که من تا خب من الان با شما سه نفر شرط بندی میکنم. آقای چشمانزل به ایشون داده 60، شما میگید چند؟ ببین اصلا به شما یه موضوع دادم مثلا من امیدوارم که پکیج رو در نظر گرفتم، امیدوارم حرفای قبلی من درباره سیاوش شمسی که صحبت کردم تو برنامه در نیاد باشه و در نیاد. من با نه صحبت رو یه توضیح سریع بده علی، چی بود دوباره اون صحبت؟ شما صحبت کرده بودی که صحبت کردم گفتم آقا آره اونو که صحبت کردم که منوچهر مازر اولین نفری بودش که به سیاوش گفت برگرد برو ازت خواننده نمیشی. این حرفا امید میده، این حرفا فرق برنامه منصور هستش و نکست استار با منصور تا بقیه برنامه های دیگه که من از حتی خود منصور تو شرکت داشته میبینم. من اینجا حس میبینم که یک آرتیستی اومده داره حس خودش رو قرار میده با تک تک اینها، تک به تک در ارتباط هست. بله. این برنامه درستیه. اگر ما برنامه های دیگری دیدم من که بزرگان موسیقی ما توش حضور داشتن، آکادمی های مختلف ازشون دیدیم، برنامه هایی که خود منصور توش بوده، وارتان بوده، امید بوده، تک تک اینها بودن، یه همه اون برنامه ها برنامه های تلویزیونیه، نه برنامه واقعا حمایت از یک آرتیست. این برنامه منصور ماها میایم یه صحبتی میکنیم، حرفمون میزنیم میریم، یکیمون پیرن تو پارک میکنه، یکیمون هم تو خونش نشسته. این مسئله فرقش اینه، ما داریم درباره یکی صحبت کنیم به نام آقای منصور که ایشون اومده داره با تک تک اینها زندگی میکنه، رابطه برقرار میکنه. پس این برنامه فرق میکنه. برای همین هم منوچهر عزیز به خاطر پندمیک یا به همه این مسائل و به خاطر حالا آشنایی نداشتن آنچنانی با دستگاه زوم و این مسائل داره یه جور دیگه میره تو خونش باهاش تو صحبت میکنیم. بسیارم عالیه، شکم در این نیستش که یکی از اسطوره های موسیقی ما منوچهر چشم‌آزده و من بهش علاقه مند هستم به عنوان حتی خود منوچهر. هر وقت با خودش هم هستم من لذت میبرم از صحبتاش، از حرفاش، از همه. ولی دلیل نمیشه اگر منوچهر داره یه مقایسه دیگه میکنه، یادم میاد شما نگاه کنید داریم ما یه خواننده رو صحبت کنیم جزو اسطوره های موسیقی ماست، تنها چیزی که خیلی ازش به خاطر داشتن تا قبل از تا مثلا 3 سال قبل از انقلاب گفتن چیلی پوم 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 بوده، اونم ابی. های چیلی اچیلی اچیلی چیلی اچیلی اچیلی چیلی اچیلی اچیلی چیلی اچیلی. شما توجه به این داشته باشید، ما داریم درباره یه همچین آرتیستی صحبت می‌کنیم به خاطر چیلی پوم. اگه اون روز به منش چشم بازم ابی رو نشون میدادی اونم همینا ممکن بود بگه. پس بهش نگاه بکنیم در اون زمان یا برای اون دوره. امروز دوره دیگری ما داریم صحبت می‌کنیم. امروز دوره این هستش که ما داریم در با سرعت تمام میریم جلو، داریم اپلیکیشن‌های مختلف رو نگاه می‌کنیم و نگاه می‌کنیم ستاره بودن چه جوری هستش و در چه حالتی هستش. خود تک تک اینها رو بهشون نگاه بکنیم اصلا دیگه مهم نیست. به نظر من اسما خیلی مهم، اصلا اسما بزرگیشون خیلی مهمه، ولی اصلا دلیل نداره. اگه حالا فلانی نمره فلان داده تو هم کجی بخوای بیای بگی همون نمره رو من میدم چون فلانی اینو گفته، اصلا من به اون کار ندارم. من خوشحال هستم که نشنیدم. بزرگترین کسی که در آمریکا تالنت ها رو انتخاب میکنه و میلیون ها دلار بابت این تشخیصی که داره پولوی آقای سایمون کال، ایشون نه موزیسیان هستن، نه آهنگ هستن، نه ترانه سرا، فقط قدرت اینه که نگاه میکنه به یک آرتیست و تشخیص اینو میده که این شخص مردم خواهند پذیرفتش، موفق خواهد شد. کدی جان مجذوب اسطوره ها نشو، مجذوب اسطوره ها نشو. نموندی ببینی قامت مونده کاره، تمومی نداره. ببین
باجی اینا به تو اینا یه جورایی من فکر می‌کنم یه یه موومنت یه حرکت ضد کجی شروع شده الان توی دوست به خاطر اینکه این از روز تولد یه حرکت ضد بشریت داشته. نه یکی اگر بابا اذیت نکنید آقا کجی رو، آقا کجی اسطوره بزرگ با زندگی‌ها کردیم. اگر که در میون شما در میون این تو توی شهر اگر واقعا کجی چهار تا طرفدار داشته باشه، من خودم نفر اولش میدونم. برای همین در رابطه با هنر کجی اینا هم تنبیهت کردن، هم خودشون آخر معذرت خواهی کردن. نه میگم حرف اضافه نزد. کجی میگفت من اصلا صلاحیت ندارم. من دعوای اول برنامه با این بود که تو واقعیتش اینه که کمتر کسی به اندازه ای تو صلاحیت داره. میگم حرف خودتو بزن. هر کسی آمادگی داره دستشو بالا کنه، میدونه تاپ 5 تاش کیه یا تاپ 3 تا. میخوام یه چیزی رو بگیریم همینجوری جمع کنیم نظرای یه دونه رو من میدونم. ماکسیمم 5 نفری که تو انتخاب میکنی کیا هست که به مرحله 4 فرستاد؟ امیر حسین. اوکی. لایا. آها. میلاد. صادق. اوکی. و نیلوفر. اوکی علی جان، شما 5 نفری که تو فکر میکنی به مرحله نهایی برسد؟ فرشاد. اوکی. من فرشاد رو دوست دارم. عسل. اوکی. عسل رو دوست دارم. امیر حسین. اوکی. فرلاکه. لایا. آها. بس کجی جان شما کدوم 5 نفر رو انتخاب میکردی؟ اصلا یادش نیست الان. من اصلا به خدا اصلا من فقط موندم اینا چطور یاد من تو چی داری میگی؟ اوکی مرسی دوستان، واقعا سپاسگزارم. خیلی محبت کردید. خیلی ممنونم از داوران عزیزمون، آقای علیرضا امیرقاسمی، خانم پاکسیما زکیپور، آقای کجی زادولی، آقای منوچهر چشمازر. واقعا سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه نکست استار بای منصور دادید. دوستان یادتون نره پنج شنبه برنامه ها پخش میشه، برنامه های مرحله سوم پنج شنبه پخش میشه و رای گیری ها جمعه خواهد بود. روزهای تکرار روز بعدش رای گیری نخواهد بود. سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. علی جان شما چی رو میخواستید؟ آره من میخواستم بگم شما گفتی 5 نفر سری گفتید این مسئله رو. خب منم میلاد خوشم اومد، از حمید رضا خوشم اومد، از همینا خوشم اومد، ولی و امیدوار هستم که مردم به همه اینها رای بدن و تعداد بیشتری بتونن به مرحله بعدی برسن. بله. چیزی که من میخوام اینجا عنوان بکنم این مسئله است که این یک محکی بود که منصور شروع کرد و بعد از محک خیلی بهتر از اون چیزی که ما باور داشتیم خیلی بهتر جلو رفت. شاید در دوره بعدی که وجود خواهد اومد حالا با هر کسانی این حرکت قوی تر و محکم تر، نه اینکه شاید 100% خواهد بود. اما یک تبریکی دارم به منصور جعفری، نه به عنوان منصور خواننده، به عنوان یک تهیه کننده، به کسی که کارگردانی این برنامه رو داره انجام میده و مجری این برنامه هستش، از سه بخشی که داره انجام میده تبریک میگم، به خاطری که برای اولین بار برنامه رو من دارم میبینم که این برنامه هم از لحاظ استاندارد تصویریش کار درستی داره انجام میشه، هم از لحاظ این دلسوزی ها و اینکه واقعا داره سعی میکنه که یک شخص دیگری رو یا چند شخص دیگری رو به دنیای هنری معرفی کنه. یک حرکت قشنگی هستش. مطمئنن بعد از پندمیک و بعد از این مشکلاتی که کرونا، ما میتونیم در قصه بعدی، در فصل بعدی این مسئله رو چندین برابر تصویر زیباتر بکنیم، چرا که سلطان تصویر در این ما هستش. به به زادگی بزرگ و هستش. خود من تا اونجایی که بتونم کمک میکنم در زنده باشه علی جان برنامه و خوشحالی من این ازش که در کنار شما سه نفر هستم، سه نفری که بهشون باور دارم و پاکسیمای عزیز که مطمئنن یکی از موتورهای همیشه کارهای موفقی بوده که من انجام دادم و مطمئنن تک تک شما انجام دادید. واقعا ولی واقعا پپسی رو انرژی بوستره، انرژی بوستره بجز برای من. پپسی رو شما من تو رابطه عشق و عاشقی داریم، فرق داره.
برای یه چیزی اصلا برای من کاتالیزاتوره. میدونی اینجا شماها یه چیزی واسه بیام پپسی رو برای منصور باز میکنم، پپسی رو برای منصور باز میکنم، ولی همه ما یادمون رفت که این شعری که کجی گفته رو گوش کنیم و بشنویم. اگر وقت داریم اگر وقت داریم اجازه بدیم واسه فینال علی بذار این اینو کنم شعر کجی رو گوش کنم، شعر هم بخونه کجی اون موقع الان هی ناز میکنه شعر کجی رو قبلا اینقدر ناز میکنه اگر داره خود نه بخون نه کجی جونم هم بخون خواهش میکنم. ببین من اونی که دو تا خط تا پاکسیما برام کامل اون یادمه، من اون باید مال خودم، یعنی یه دو تا کلمه بود عوض شد یادت یادم دو تا کلمه دو تا کلمه را من عوض نکردم نه چرا یه مثلا آقا میخ اینجا... نه نه من یه ساجستشن دادم حالا میخونی یا نمیخونی خدافظی کنی بریم میخونم باشه چش کجی جان چهار تا خط شعر بخون قربونت برم چش راجب زندگیه، زندگی اصلا خود کلمه زنده بودی. تو چه حسی بودی شه این قطعه رو نوشتی اصلا این حسا رو ابراز کردی تو چه حسی بودون از ای که نوشتی؟ یک بار از جلوی قبرستان آمریکایی یا فارستان رد می شدم یک کلمه دیدم نوشته چی می کلمه بود می گفت the celebration of life، یعنی مرگ جشن زندگیه، یعنی توی فارستان که میریم قبل فکر نکن مرگیه جنب. گفت جشن زندگیه اون زندگی. کلمه رو من اثر گذاشت اوکی. بعد برای مثلا ورژن دوشو بخون کجی ورژن دو رو بخون بلد نیستم من یه همون یه که رو میخونم نه نه کجی جان خون هرچی بلدی میگه زندگی یک سفره مسافرش یک نفره کجا میره نمیدونه کی میرسه بیخبره زندگی یه خاطر است بیهوده مخاطر است از هیچ به هیچ رسیدن و سفر به دور دایر است عقربه های بی زبان و تیک تیک بی رحم زمان شاه و گدا را میبرن تا ته بی نام و نشان زنده باشی بعد... نه یه دونه من بذار آخرش هم میگه لحظه مرگ آدمی جشن تموم زندگی است وداع به هرچه هست و نیست آرامش و آزادگی تو موج غرور این دل سنگ صبور بنویس از آن که چو عشق از دیده چکی به گونه دوید زنده باشید کجی جان ممنونم دوستان در ادامه برنامه با ما باشید انشالله بعد از رای گیری ها نتیجه رای گیری ها رو خواهیم داشت برنده ها و پنج نفری که به مرحله فینال خواهند رفت با سپاس فراوان از تمام داوران عزیزمون و تلویزیون تپش به امید دیدار بعد سپاس بای تا دفعه دیگه Soho Entertainment داوران نکست استار بای منصور منوچهر چشم‌آذر علیرضا امیرقاسمی پاکسیما زکی‌پور کوجی زادوری هم پنج شنبه ساعت 10 شب به وقت تهران از شبکه جهانی تپش رایگیری از طریق صفحه رسمی اینستاگرام منصور میوزیک این شما و این شرکت کنندگان مرحله سوم نکست استار بای منصور